خب بچه ها چطورین؟ مرد خوبی؟ دلم تنگ شده بود. بایشتا که شما چطوری؟ مرد خوب افرستم سلامت. اوضاع خوبه؟ آره خوبه خوبه. ساعت چیکار کردی؟ ساعت دیگه است دیگه. ببینم این کدومه؟ این یه دونه دیگه است، تک هیور. از کجا اومده این؟ نه روسیه خریدم. خریدی؟ من. یه جایزه اینا نگرفتی؟ نه نه. از چیزه اینا حلقه دستته؟ آره مبارک. دیگه متعلق شده. دیگه متعلق شده. واقعا؟ کی؟ یه ماه پیش. یه تو جدیده پس تازه دومادی. آره. بزن دستو افتخار. بزنم بزن. بعد دیگه به خونه مادر رفتیم دیگه. خب چجوری قشنگ تو رفتی خواستگاری بودی تو؟ من نه من نبودم. من ایران نبودی؟ ایران نبودم. در جریان کلا نبودی؟ نه. کادو چی گرفتی براش؟ کادو چی نگرفتم. هیچ چی نگرفتم. به سلامتی آیه میلاد. شما چی خبری نی؟ ما هم دیگه ان شاءالله خود ببینیم خودت چی میخواد. در شرفی؟ در شرف. واقعا؟ در شرف یعنی چی؟ یعنی نزدیکی به ازدواج؟ نزدیکه. ولی یه کوچولو توضیح بده مرداد برامون از این رفتنش به پرتغال چی شد؟ اصلا پیشنهاده چه جوری بود؟ چرا اونجا؟ من خودم خیلی دوست داشتم برم اروپا. بعد از چک پیشنهاد داشتن، جمهوری چک. ولی حقیقت فکر نمی‌کردم از پرتغال اصلا پیشنهاد بیاد، چون واقعا خیلی لیگ خوبیه. بعد یهو ایجنتم زنگ زد گفتش که بازیاتو دارم می‌بینن از پرتغال. بعدش خیلی خوشحال شدم. من دیگه همه سعیمو کردم که دیگه زور آخ 25 6 سالمه دیگه، من زور آخرمو زدم که برم. بعد قبل بازی با پرسپولیس سپاهان جام حذفی رفتم ترکیه، قراردادمو بستم که خیالم راحت شه. بعد اومدم بازی با پرسپولیس بازی کردم و بعدش دیگه رفتم دپورتیو آوس. آوس بله. کجای پرتغاله؟ نزدیک 30 کیلومتر با پورتو فاصله داره. آ با پورتو. چه جوریه شهرش؟ شهرش خیلی کوچیکه، مثلا واسه زندگی مناسب نیست، ولی 20 کیلومتر اونورتر یه شهری هست اسمش گیمارشه. خیلی شهر خوبه، قدیمی‌ترین شهر پرتغاله. ایرانی اینا که هیچی؟ یه دونه هم ندیدم من اصلا ندیدم، خیلی کم. یه دونه رفیق دارم شروین اسمش، شروین اونجا تو پرتغال؟ بله. کجاست؟ تو پورتوه. شروین. تو رفیقت کی بود؟ من با یه دونه تاجیکه بودیم اونجا، رفیقم بود با من صحبت میگرد، یافه زنی میزن میگفتم تو در کجا؟ میگفت من در کوچه. اونم من سوال میگرد تو در کجا؟ من میگفتم منم در خانه. اسمش چی بود؟ شروین که نبود؟ نه امرالله بود اسمش. شروین. تو هم بگو از قرارداد جدیدت. منم آقا میساقی رفتم گنت، تیم زنی زد، چند تا پیشنهاد حالا داشتم از این ورمر. بعد با سرمربی تیم ملی و کمک آقای ویلموس صحبت کردم، بعد تصمیم گرفتم که برم اینجا. تیمش هم خیلی خوب بود، امکاناتش، شرایطش، کلا شهرش خیلی خوبه، خدا رو شکر. بعد رستوران ایرانی هم داره. آره این خیلی مهمه. میز قورمه سبزی و اندازه چی بود که؟ آره. کدومتون بهتر قد دستی میندازه؟ مرتان خودت سلطانش. راستی من آقا تو پرتغال همه اینو میشناسن، خدا وکیلی. بعد من رو زنش همه میشناسن. سر چی؟ بازی ها پرتغال رو دستی انداخت دیگه، سر اون همه منو میبینن میخن بازی ها اسمیاد اون کارو میکنی. گفتم نه بابا مرتان آخه بابا یو من میخواستم برای تیم کنم فلان. بعد گفت خاک تو سر کل دنیا الان میشناسن. خدایی من داشتم میدیدم، من آقا اصلا کپ کرده بودم خدایی. گفتم یا علی چه، ولی من آقا اینجوری کرد بالا نگاه کرد، من فهمیدم میخواد یعنی آقا اینجوری. آره اینجوری که بالا نگاه کرد، یه نیم کتم نگاه کرد، من فهمیدم آقا یا اول. این حس کنار هم بودنه چطوری بود؟ آقا میسه خب خیلی خوب. دیروز در اولین بار اومد تو زمین اصلا خدایی حس دیروز نفهمید، خیلی حس عجیبی بود که داداشم مثلا داریم برای تیم ملی بازی میکنیم و فلان. بعد یه گل زد که دیگه اصلا خدای انقدر خوشحال شدم. رشید مزاری داشت تعریف کرد، میگم مرتاد گل زد، من فقط حواسم به تو. به منم گفت، گفت اومد گفتش وقتی که تو گل زدی میلاد از تو خوشحال‌تر. آخه رشید. بعد این یه تصویر اومدید هم دیگه رو بغل کردید، خیلی خوشگل. با خونه هم صحبت کردید؟ دیده بودن این با هم بازی کردن؟ آره، خوشحال بودن. خب قطعا بالاخره خونه آدمون بالاخره آشنا همه خوشحال میشن که ما برای تیم ملی کشورمون بازی می‌کنیم، مثلا دوتایی تو زمین باشیم و اینا. دو تا داداش. بچه محله چی میگن؟ بچه محله خدا رو شکر خوشحال بودن متأخرین بار دو تا تو تیم ملی بازی کردیم، خیلی خوشحال بودن. چقدر شیرینی دادید تا حالا خدایی بود. شیرینی به بچه محله. آقا وقت اون سراغ هم نمیشیم که بریم محله، ولی داشم اینا میدم محله.
هم خودشون همش دارن شیرینی میدن. یه ما برشکست شده ایم. مثلا میلاد گل به خودی میزنه اینا شیرینی میدن اینا. خدایی دو تا داداش دیگه کیا بودن تیم ملی؟ فابیو اینا. فابیو ایرانی. این ایرانی آقا اینه فونیزاده بودن تیم ملی دیگه. بعد دیگه کی بوده میلاد زن؟ نه دیگه فکر نکنم. فکر کنم به شاهین و شاهرخ بیانی هم بله. آره دوتا داداش. اصلا دوتا داداش دیگه کیا رو میشناسید؟ بردنه رایتو میشناسید؟ رایتو میشناسید میلاد زن؟ نه من نمیشناسم. بردنه رایت که هواپیما رو اختراع کردن و بابا بردنه رایت هره. آها میشناسم. بردنه تاچیبانا اونا کیه؟ بردنه رایت بگو کیه؟ کیه؟ بابا بردنه رایت چرا الکی من میگم میشناسید تو من میگم میشناسید بردنه تاچیبانا تاچیبانا رو که میشناسید یه آسنسیو میگفتم بازیکن اسپانیا مسابقه کرد گفته یکی از بغل من رد میشد صدا میداد شنیدی اینو واقعا میگفت من تو کنی؟ آره آمی زده چون من میدونم یه سری اینجوری از دام خواسته ازم در میاد تو استارت صدا میدی یا تو پایان ها؟ تو استارت اول که میخوام بزنم اینجوریه من رو یهو که میخوام برم میاد صدا آه اولش ها آره آره گوشی تو بخوای باز کنی رو با صورت مهرداد باز میشه؟ آره باز میشه فیس میگیری باز میشه آره مهرداد یعنی گوشی تو هم این میتونه باز کنه با صورت؟ گوشی من از قصد چیز مثلا مدل بارا نمیگیرم که من آقا این نتونه باز کنه الان چی داری؟ 11 و 3 مدل بارا با این ماشین آقا لیگ بلژیک بهتر یا لیگ پرتغال؟ بالاخره دوتاش دوتا لیگ هم خوبه دیگه لیگ پرتغال هم خدایی خیلی جنگنده و خیلی سخته توش بازی کردن لیگ بلژیک هم خدای خیلی سخته توش بازی کردن دوله تیمای کلاب بروژ و اندرلخت و استاندارد لیژ اینا بازی میکنن اصلا بازی خیلی حساس میشه ولی مثلا تیم لیگ پرتغال سه چهار تا تیم خیلی بزرگ داره بقیه‌شون مثلا تیمشون خوبه مثلا سخته نیست میگم ادعا نزدیک به همه نزدیک به همه دقیقاً پرتغال الان لیگش خوبه مثلا خوبه دیگه نه بلژیک خوبه یو پرتغال خوبه تو که از تو یخبندان بالاخره فرار کردی دیگه اوه من آقا یه دونه بازی داشتیم دما منفی 17 بود انقدر سرد بود بعد روز قبلش دما منفی 2 بود آقا ما رفتیم تمرین کردیم چمن اوکی بود فرداش اومدیم منفی 17 بود بعد رفتیم تو زمین چمن صفر شده بود یخ بعد یخ بعد میرفتیم مثلا قرص قرص صدا میاد بعد ما فکر کردیم بازی رو لغو میکنن هیچ دیگه بازی هم ادامه پیدا کرد و بین نیمه می‌خواستم برم زمین هوا انقدر سرد بود خدایا یکش پیدا شد تیر چیزی به ما بزنه نیمه دوم زمین بازی کنیم خلاصمون کن آره بعد نیمه دوم رفتم زمین باز کردیم آوردم راستم یه گلم زدم آوردم رو راستم اینجوری توپ اینجوری انداختم برای فوروارد بود توپ خورد زمین رفت گل مثلا این چه حواسم نبود انقدر سرد بود و اینا دیدم همه دارن بودو بودو میام سمت من میلاد فلان بعد همه بازیکن دارن میخندن چون مثلا حواسم نبود چیکار خیلی سرد بود اونجا دوستت داشتن دیگه رفیق شده بودی بالاخره باهاشون آره خدا رو شکر تو روسی هم یاد گرفتی آره الان با چند تا بازیکن اوکراینی داریم تو همین خنت بعد باهاشون روسی حرف میزنم یه جمله روسی بگو الان یکم استرسم یهو پرسی یه جمله به پرتغالی تو بگو تا اون فکر کنه اولا تو دبی یعنی سلام چطوری؟ من صبح میشه صبح بخیر میشه بوندیا. اینا رو قبلا من یه جمله بگم. شتو بی خطید دلش یعنی چیکار میخوای کنی؟ بلژیکیه؟ نه بو روسیه. روسیه؟ یه دیگه بگو. شتو بی خطید دلش. تو دیگه پرتغالی چی بلدی؟ زیاد بلدم. زیاد تو فوش میشم. فوش هم بلدم. یکی دیگه دارم بلدم خیلی بده. اونو دیگه نمیگه. انگلیسیه تو مثل میلاد هست؟ نه بابا فول این نه فول که نیست ولی میتونم منظورم برسونم من what do you doing here hello I'm coming here for interview هر چی زودتر گفت بریم آماده این پسر بزرگه دایی کوچیکه اسمش چیه پسر بزرگه دایی کوچیکه جوان میلاد گفت خیلی دایی کوچیکه دایی کوچیکه نداریم خب یه دونه هم داشته باشی کوچیکه حساب میشه نداریم دای کوچیکه چیز داری دی دختر داره آ پسر نداره خب جواد کیه جواد دای بزرگیه آها دای بزرگیه دای یه دونه مونده بزرگ یه دونه مونده چند تا داییه سه تا داییه یه دونه هم که به رحمت خدا داره آقا دای سومی اسمش چیه احمد دایی سومی ابالا ابالا سلمانه
دای بزرگه میشه دیگه. دای سومی. دای بزرگه میشه. سومی دیگه ابالا. ابالا. سلمان. احمد. احمد. تو درست. پس الان میلاد یکی. مهرداد جلوه. یکیت فعلا منم نداره ها. پسر دومیه دای سلمان. نداره. عمو سلمان. عمو سلمان داریم من. نه. دای سلمان داری؟ دای سلمان. پسرش. نه. پسرم. پسر نداره؟ کی پسر زیاد داره؟ پسر کی داره؟ بابا دایرزا. بابا نه دایرزا هم زیاد پسر داره. خجایی بود باباش رو چند تا پسر داره بابا؟ چهار تا راست میگه. کوچکترین پسر خاله؟ مسعود باسکول. چرا باسکول؟ نه باسکول قبلا یه اومدیم تو من و مدرد چه بودیم یه دفعه اومدیم بیرون این از این تیه برقاست اینجوری نه این اول اومد به محسن ما اینجوری کرد مرد آقا یه چیز جدید یاد گرفتم بعد گفت محسن رو چی یاد گرفتی؟ رفت بالای تیر مرد آقا این چراغش اینجوری اومده از اون آویزون شد به خود من فکرم دارم خواب میبینم برق میگیره اصلا داستان من خدا شکر برق نگرفت اینقدر چه اینی شما شر نیستید تو خانوادتون تازه ما شر اون یه چی دیگه است مردم دیگه تو بازی ها کی میبره معمولا سنگ کاغذ قیچی گل یا پوچی بیا سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی تو دیر اومدی نه چرا شما جرزنی یک اسم یک یه بار دیگه سه تایی سنگ کاغذ سنگ کاغذ قیچی آفرین مرتضی سنگ کاغذ قیچی ما اینو دیر اومدش ولی من آقا این چیزی من نمیم سنگ چرا؟ عرف شیدی ولی تو داری جرزنی میکنی تو فکر نکن رفتی به ازجیک فکر با اینجا بیرون مدم اشتباه من میخوام خدایی به موقع بیارم ولی نمیشه بیار سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی یه قضا بگید که نقطه نداشته باشه ماکارا آلو آلو پولو نه کوکو بگید حالا یه قضا بگید دو نقطه داشته باشه بادمجون بادمجون سه تا ده قیمه نه کباب چی گفتی تو؟ قیمه که همش نقطه است کباب مردم کباب آفرین در یه پسر سه نقطه بگو ترابی رزاق عجب اسمی گفت از کجا بودی درست؟ رزاق چرا من خفم بود نه؟ خفم یه چیزم راستی حفظم مرد آقا بگو من یه سوال ازت میپرسم جواب بده مرد آقا دانش جغرافیا ما چه کنم؟ مدرک تحصیلی چیه مرد آقا؟ ارشد کارشناسی ارشد من خدایش دیپلمم خدایش که دیپلم نگرفتم دانش جغرافیا به ما چه کمکی میکنم؟ دانش جغرافیا؟ ببین مرد آقا شما که ارشدی خوب جواب میدی یا من؟ دانش جغرافیا خب معلومه چه کمک چکن بفهم خب میشناسیم که کشورها کجان شهرها کجان آب و هواشون چه جوریه خاکشون چه مدلیه کامل توضیح کامل توضیح یه چیزی که اصولی باشه ارشد من نری من بیننده میبینی بچه فلا زیر دیپلم بگو میگم چی داره خب حالا این من اینا به ذهنم میرسه من بگم میلاد سوالو بپرس دانش جغرافیا به ما چه کمک میکنه دانش جغرافیا به ما کمک می‌کنه که محیط زندگی خود و محیط‌های دیگر رو بشناسیم و از چگونگی زندگی مردم در محیط‌های مختلف آگاه شویم. حال کردی مردم؟ مردم خوشت اومد. دکی افسی. نه زیاد سوال ابتدایی. فقط همین افسی. همینه فقط افسی. مادرم میگفت اینو حفظ کن. خیلی مهمه. خیلی مهمه. معلم اینو حتما ازت می‌پرسه. منم همونو فقط افسی کردم تو کله. چند شدی؟ یه دونه اونو پرسی. اونو جواب دادم یه جایزه هم بهم داد هیچ چی نتونستم جواب بده فقط خودم جواب بده بعد دیگه از چهارم ابتدایی به بعد همون دانش جغرافیا رو فقط اوکی بودن از همون اول ولی تو چهارم یه سیر سودی داشتم بعد دیپلومو نگرفتی آخر دیپلومو نگرفت بردا جان پرتغال چجوری نوشته میشه به خدا نمیدونم به انگلیسی؟ نه رو قش من نمیدونم چجوری یعنی رو قش شک داری آره الان تو میگی یه نقطه است یا دو نقطه؟ من میگم دو نقطه است تو چی؟ من میگم دو نقطه است خب اونو که میخورن ها؟ نه واقعا همینزا کات مهد آقا یه کدومه مهد آقا یه نقطه است دیگه کشوره یه نقطه است پرتغال خوراکی میوه یه آقا جفتش هم یه جور طرف بود پرتغال پرتغال یه نقطه است الان گفتی دو نقطه الان داری میگی؟ مهد آقا دو ساعت داریم یه
دو نقطه میگم دو نقطه